با عرض سلام درود به عموم عزیزان، خواهران و برادران مکرم، امیدوارم که سلامت و موفق و مؤید باشید انشاءالله زیر چتر رحمت و عنایت خداوند بزرگ هر جا که هستید. انشاءالله قدمی که برمیدارید خیر باشه و با عاقبت به خیری باشه انشاءالله. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه ای آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف بسیار گرامی و عزیز بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه و رزوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. چند آیه خدمتتون عرض کردم از سوره مبارکه التوبه. در این آیات از یک سو اشاره داره به رخداد حنین که غزوه‌ایه که در سال 8 هجری اتفاق افتاده و حنین یک ناحیه‌ای بوده در
40 کیلومتری مکه و بعد از این که پیغمبر اکرم تشریف بردند فاتحانه وارد مکه شدند بدون جنگ و خونریزی با صلح و صفا و عفو و بخشش و بت‌ها شکسته شد و مکه از لوث وجود بت‌ها پاک شد و بعد ایشون فاتحانه ظفرمندانه به مدینه مراجعت فرمودند. در نزدیکی مکه اون قبیله حوازن بود و اینها گرد هم اومدن یک نیروی رو فراهم کردن به لحاظ نظامی و اعلان جنگ دادن به رسول اکرم و پیغمبر هم فراخوان دادن و یک سپاهی همراه شد با ایشون که 12,000 نفر بودن و خوبم مجهز بودن و 100 زره سفارش دادن، چون اون قوم حوازن که در اونجا بودن و کسانی که باهاشون هم پیمان شده بودن مردمان بسیار سلحشور و جنگجو و متحور و بیباکی بودن. پیغمبر اکرم برای خودشون 2 دست زره سفارش داده بودن که اینها رو روی هم به تن مبارکشون پوشانده بودن. به هر حال اینها حرکت کردن اومدن و این نیرویی که همراه رسول اکرم حرکت کرده بود و اومده بود، این 12,000 نفر و مجهزم بودن ظاهرن، خیلی دیگه خیالشون خیلی راحت بود چون مکه هم فتح شده بود و قریش دیگه تسلیم رسول اکرم شده بود و مخالفتی نبود و عموم مسلمانان تصور میکردند که این یه رویارویی خیلی ساده‌ایه بین این پیروان رسول اکرم که خیلی مجهز هستند و یه مردمان جنگجوی قبیله حوازن و هم پیمانانشون. اما اونها در محلی که بودند، یعنی در اون یه نقطه کوهستانی اونجا به نام هنین و پر از مناطق صعب العبور و صخره‌های صعب العبور و دره‌ها و شکاف‌های بسیار زیادی داره و اینها ساکن همون منطقه بودند و تمام سنگ‌ها و صخره‌ها و شکاف‌ها و دره‌ها و ماهورها رو می‌شناختند. زمین در دست اونا بود و همین دلیل صبر کردن تا این لشکر حرکت کرده از اطراف و جوانب در خدمت رسول اکرم به اون ناحیه برسه و وقتی که اینا داشتن عبور میکردن از یه مسیری که در اطرافش صخره های بلند و صعب العبور بود، به ناگهان اونها این مسیر رو از دو طرف بستن، سنگ ها رو از بالای کوه قلتوندن انداختن پایین و از دو طرف این بستر عبور این گروه رو، این سپاه رو، این لشکر رو مسدود کردند و سپس از اونجا شروع کردند به تیرباران کردن و سنگ باران کردن. اینها در این دره در این شکاف گیر افتاده بودند و اونها از هر طرف داشتن حمله میکردند، بدون درگیری مستقیم داشتن اینها رو هدف قرار داده بودن. به همین دلیل این لشکر 12,000 نفری که همراه پیغمبر اومده بود، این متواری شد، متلاشی شد. هر کسی از یه طرف شروع کرد فرار کردن و زیر یه سنگی رفت پنهان شد که از این سنگ بارانی که داشت صورت می گرفت جان به سلامت به در ببره. اینجا قرآن مجید به این
این این رخدادی رو که اتفاق افتاده بیان میکنه. این ثبت شده در قرآن که میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیر و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. یعنی به یاد بیارید که وقتی شگفت زده شده بودید که ارتش بسیار بزرگی الان راه افتاده همراه رسول اکرم که بسیار هم مجهزه و این امر شما رو دچار اعجاب کرده بود، شگفت زده شده بودید از عظمت این ارتش. داره فاتحانه بین مدینه و مکه دیگه حرکت میکنه و قریش هم تسلیم شده و این حرف. ولی قرآن میفرماید فلم تغن عنکم شیئا، ولی موقع مساف و رویارویی فلم تغن عنکم شیئا، این یه اصطلاح در زبان عربی، یعنی دیدین که به زبان عامیانه امروزی دو قرون هم فایده نداشت، ارزش نداشت. یعنی چیزی رو از شما دفع نکرد، هیچ فایده نداشت. این کثرت شما، این زیادی نیروهای شما سبب غلبه شما نشد، همه تون متواری شدید و ضاقت علیکم الارض به ما ره و بعد. یعنی این زمین به این فراخی یه دفعه اونجا به شما تنگ شد، چون تو دوتا تنگی گیر افتاده بودن و هیچ راه فرار و پس و پیشی نداشتن. و ضاقت الارض، یعنی یهو زمین کوچک شد، تنگ شد به ما ره و بعد، علی رغم اینکه خیلی زمین بزرگه، وسیعه، فراخه، اما اونجا شما در بد تنگنایی گیر کردید. و ثم ولیتم مدبرین، پس هر کدومتون از یه طرفی پشت کردین به جبهه و فراری شدین. و در این شرایطی که می‌فرماید ثم انزل الله سکینته او علی رسوله و علی المؤمنین، و در این شرایط که همه دوچار التهاب شده بودن، یه بحران و به هم ریختگی از هر طرف بروز کرده بود و ضاقت الارض به ما رهوبت شده بود و اذا بلغت الحلقوم شده بود، یعنی جان به لب همه رسیده بود از این وضعیتی که پیش اومده بود، یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق سرنوشت این میدان جنگ رو تغییر داد و اون قبیله حوازن در هم شکسته شد و از توی این تنگه این کسانی که همراه رسول اکرم بودند اینها به سلامت بیرون اومدند و موفق شدند که دشمن رو دفع کنند و فاتح بشند. قرآن این رو میفرماید ثم انزل، یعنی خداوند فرستاد، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروا، یکی نیروی دیگری وارد میدان شد، یه سپاهی، سپاهیانی وارد این میدان شدن که شما اونا رو نمی دیدید، ولی یه دفعه دیدید سرنوشت جنگ تغییر کرد. پس مشاهده می کنید که موقعی که یکی مردمی برای تغییر سرنوشت خودش به حرکت در میان، ممکنه روی نیروهای خودشون حساب کنن و اینا، در موقع مساف و رویارویی مشاهده میکنن که فایده نداره این نیروها، باید نیرو رو از جای دیگه گرفت، یعنی باید اون میدان مغناطیسی نیرومندی اگر در اون صحنه مساف وجود داشته باشه، اونه که سرنوشت مقابله رو تغییر میده.
اینجا میفرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. اون انرژی که اینجا ازش به عنوان انرژی آرامش بخش یاد میکنه که آرامش میاره، سکون میاره، اضطراب و دلهره رو خاتمه میده بهش. این نازل شد، فرود اومد بر کی؟ بر پیغمبر که محور اخص اون انرژی ها بودند، چون محور اون حباب مغناطیسی بودند. و علی المؤمنین، و اون کسانی که اهل ایمان بودند و متصل به میدان رسول اکرم بودند. این سرنوشت میدان رو عوض کرد، یعنی انرژی غیر از جوشن و خود و خفتان و گرز و سپر و تیر و کمان موشک و توپ و غیره و غیره، یه چیز دیگه ای. موانع رو از سر راه زد کنار. و انزله، پس یکی می فرماید ثم انزل الله سکینته، خداوند سکینه خودش رو به قلب رسول اکرم و مؤمنین فرود آورد. و انزله جنودا لم ترو، و نیروهایی رو روانه میدان کرد که شما اونا رو نمی دیدید. دوبار اینجا ذکر میکنه انزل سکینته و انزل جنودا. جنود جمع جند، جند یعنی سپاه، جنودا یعنی سپاهیان متعدد و فرست. پس این رو در جواب چی میگه؟ یوم هنین اذ اعجبتکم کثرتکم، وقتی فریب تعداد زیاد بودن نیروهای خودتون رو، یعنی دشمنم همینطوره، پیمون خیلی نیروهای زیادی رو بسیج کرده، در اختیار داره، میتونه سرکوب کنه و قره است، مغروره به زیادی نیروهای خودش، ولی یه دفعه شرایط جنگ، شرایط میدان، شرایط مساف، شرایط روی رویا عوض میشه، تغییر میکنه. و چنان که مشاهده میکنید اونها فرار کردن، میدون رو خالی گذاشتن و رفتن، و با اینکه میدون دستشون بود، زمین دستشون بود، محل استقرار رو در اختیار گرفته بودند و در واقع سپاه همراه رسول رو به یه تله‌ای وارد کرده بودند که بنبست بود و راه عقب و جلو نداشت، ولی شکست خوردن. و این جزء اتفاقات و رخدادهای شگفت‌انگیزه. به همین دلیل در همین سوره براءت یا سوره التوبه، این چند آیه‌ای که خدمتتون گفتم به این ترتیب شروع میشه که راجع به تعمیر مساجد، یعنی امارت کردن مساجد داره صحبت میکنه، یعنی مسجد سجدگاه، اونجاییه که بنا میشه. وقتی میفرماید انما یعمرو، انما یعمر مساجد الله، یعنی امارت کردن، ساختن، ساخت و ساز یک امارتی که اون امارت برای این درست میشه که توش سجده بشه. کی؟ الله. در قرآن مکررن این مسئله ذکر شده. میفرماید واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا، یعنی خدا رو عبادت کن، به خدا سجده بکن،
به یاد خدا باش و به یاد چیز دیگه همراه با یاد خدا مباش. یعنی هدف از درست کردن مسجد انما یعمر مساجد، یعنی همانا فقط کسی شرایط امارت کردن مسجد رو داره، برای خدا مسجد الله، مساجد الله، نه یه مسجد، هر چقدر مسجد که قرار ساخته بشه باید برای خدا باشه. کسی که من آمن بالله و لیوم الاخر، شرطش اینه که اون معمارش، اون مهندسش و اون کسانی که اونجا دارن بنایی میکنند و کار میکنند، اینها همه اهل ایمان باشن، این مسجد رو برای خدا بسازند، نه برای اقتدار، نه برای جمع کردن نیرو، نه برای لابی کردن، نه برای استفاده های دنیایی. اونها یعنی اون کارهای دیگه هر کدوم جای خودش رو داره. مسجد محل عبادت پروردگاره، به همین دلیل قرآن داره روی این انگشت میذاره، میفرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. به همین دلیل مشرکین شایسته نیست که مشرکین دست به کار ساختن مسجد بشوند. مشرک یعنی کی؟ یعنی کسی که میخواد از خدا ابزار سازی بکنه برای حکومتگری، از خدا ابزار سازی بکنه برای کسب قدرت، برای کسب ثروت، برای کسب شهرت، به هر دلیلی. هدفش چیز دیگه است، خدا وسیله نیل به اونه. این مشرکه. همراه با خدا یه منظور دیگه هم داره و اون منظور دیگه منظور اصلیشه. به سبب اون منظوره که رو به خدا میاره، یعنی در واقع اون منظور اصلیش، حالا هرچی هست، قدرت، ثروت، هرچی هست، اون سببیت داره، یعنی به اون سببه، به اون دلیله که مسجد رو درست میکنه. اون سبب درسته که به در و دیوار مسجد آیات قرآن می نویسه فلان، اما اینا طریقیت داره، سببیت نداره. یعنی این راهیه که این رو به اون هدف خودش برسونه از این طریقه. یعنی ریاکاری، حق بازی و اینجا ابزارسازی از اعتقادات مردم. چنان که گفتیم مسجد خاصیتش اینه، مساجد به طور همه مسجد خاصیتش چیه؟ خاصیتش این نیست که فقط در اونجا نماز خوانده میشه، یک امامی هست که بهش اقتدا میشه، مأموم به امام اقتدا میکنه، نماز جماعت میرن میخونن، ولی در مسجد که فقط نماز خونده نمیشه، بلکه اون کسی که در محراب نماز میخونه بعد میره رو منبر میشینه صحبت میکنه. این کسانی که اومدن بهش اقتدا کردن برای نماز خوندن، بعد گوش به حرفش میدن. خب این باید شایستگی صحبت کردن رو داشته باشه و خداوند داره نشون میده که چطور یه نفر میتونه شایستگی داشته باشه، چطور میتونه داشته باشه. اینه که از حق دفاع کنه، مردم رو گمراه نکنه، به راه باطل نبره، از حق دفاع کنه. از حق کی؟ از حق مردم. نه این که حق مردم خوری رو توجیه بکنه، از حق مردم دفاع بکنه. خیلی مسجد ساخته میشه، دائم مسجد ساخته میشه، ولی وقتی آدم گوش میده که چه خطبه ها و خطابه هایی توی این مسجد ها خونده میشه، میبینه غالبا این خطبایی که اجازه دارن که روی منبر برن و برای نمازگزاران صحبت کنن، از قدرت حاکمه دفاع میکنند،
و وقتی که حق باطل میشه این رو میخوان توجیه بکنن. میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق، و بعد میفرماید ولا تتبع الهوا فیضلک، یعنی نذار که هوای نفسانی بر تو غلبه بکنه چون تو رو از حق به گمراهی منحرف میکنه. اینجا بحث حقه. اون کسی که در مسجد میره نماز میخونه موظفه که فقط برای خدا نماز بخونه. اگر فقط برای خدا نماز نخونه، برای یه هدف دیگه ای نماز بخونه و نام خدا رو هی ذکر بکنه، این مشرکه. قرآن به این میگه مشرک. مشرک کسی نیست که بت پرست باشه، اون کافره. مشرک کسیه که از خدا ابزار سازی میکنه برای نیل به یه هدف دیگه. یه هدف دیگه ای رو میخواد بهش برسه و میخواد از خدا برای اون هدف آسانسور درست کنه، از خدا برای نیل به اون هدف پلکان درست کنه، نردبان درست کنه. این میشه مشرک. کسانی که یک چنین نیتی دارن، اینا اجازه ندارن که مسجد درست کنند. اینها اجازه ندارن که اختیار مسجد رو به دست بگیرن. کسی میتونه به مسجد بپردازه چون مسجد کانال ارتباطی بین آدم، فرد و جماعت با خداونده. وسیله کسب قدرت نیست. قرآن اینها رو توضیح داره میده. پس داره کیو توضیح میده؟ داره مشرک رو توضیح میده. میگه مشرک چه کسیه؟ از نظر قرآن مشرک چه کسیه؟ ما نمیتونیم همینجوری از مشرک به عنوان یک برچسب استفاده کنیم و هر کسی که دلمون بخواد بچسبونیم. نه، مشرک تعریف مشخص داره. ما کانل المشرکین، یعنی شایسته نیست که مشرکین ان یعمرو مساجد، که بخوان اونها مساجد رو درست کنن به نام خدا، چون این میشه ابزارسازی از خدا. شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا خودشون شاهدن که در وجود خودشون مؤمن نیستن، اصلا کاری به ایمان ندارن، اینا قدرت طلبن. یعنی در واقع اصلا خدا رو قبول ندارن. اگر خدا و روز جزا رو قبول داشتن اینجوری قدم بر نمی داشتن. پس در حقیقت کافرند، ولی کافر مؤمن نما هستند. به همین دلیل مشرک تلقی میشن. اولئک حبطت اعمال، یعنی اینها هر عملی که انجام میدن زایعش میکنن، یعنی پیشا پیش. اولئک حبطت اعمال، یعنی عملهایی که انجام میدن این عملها زایع، بیفایده است. مثل اینه که گندم رو مثلا بریزن توی شورزار، یه جایی که نمکزاره بیاد روش گندم بریزه، خب این گندم ها ضایع میشه. خداوند میگه اینا حق ندارن، اینها حق ندارن، این طایفه حق ندارن که بیان و امارت مساجد بکنن. بعد اون وقت تصریح میکنه، وقتی میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. انما یعنی فقط کسانی میتونن مسجد سازی بکنن، مسجد بسازند که هم قلبشون ایمان خالص به خداوند داشته باشه و هم عملشون در جهت ایمان باشه.
هدف مادی به هیچ شکل و عنوانی نداشته باشه، چون هیچ توجیهی براش پذیرفته نیست. یعنی وقتی میفرماید که بر مشرکین شایسته نیست که مسجد سازی بکنند، این رو در مورد بت پرستا نمیگه، چون بت پرستا اصلا مسجد رو قبول ندارن که بخوام بسازن، اصلا خدا رو قبول ندارن که بخوام براش مسجد درست بکنن، حالا با چه انگیزه ای میخوان درست بکنن. این رو راجع به کسانی داره میگه که داخل در مسلمانان، داخل در اهل ایمان شدن، یعنی نفوذی ان، نفوذ کردن، رسوخ کردن. یعنی این امر یه امر داخلیه، یه امر خارجی نیست، بحث با بیرون نیست، بحث با بیرونی ها نیست، بحث با درونی ها. و این آیات خیلی خیلی مهمه، راجع به کسانی که بیرون از جرگه مسلمانان هستند این آیات صحبت نمی کنه، راجع به کسانی که خودشون رو مسلمان میشمرن داره صحبت میکنه، راجع به کسانی که اونقدر خودشون رو مسلمان میشمرن که میخوان مسجد درست بکنن. و قرآن میگه اینا نمیتونن، حق ندارن مسجد درست کنن، چون اینها سبب یعنی انحراف میشن. اون مسجدی که اینها بخوان درست کنن وقتی در جهت حق الله نباشه، در جهت حق الناس نباشه، برای ابطال حقوق مردم باشه، برای ضایع کردن حقوق مردم باشه، با ابزارسازی از اسلام، با ابزارسازی از قرآن، با ابزارسازی از باورهای دینی مردم، این سبب گمراهی دیگران میشه. پس ما باید متوجه بشیم که اینجا در این آیات شریفه، در سوره التوبه، در سوره براءت، سوره بسیار، همه سوره های قرآن اهمیت بسیار زیاد، این سوره راجع به روابط جامعه مسلمانانه، این رو داره توضیح میده. هر کدوم از سوره های قرآن، هر کدوم از آیه های قرآن اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، هر کدوم ناظر به یه مقوله‌ایه. بعضی از آیات راجع به کرات آسمانی صحبت، بعضی از آیات راجع به دریا صحبت میکنه، آیات مختلف هست، سوره های مختلف، مباحث مختلف. این داره راجع به روابط درون جامعه اسلامی صحبت میکنه. بحث مشرک اینجا مطرح میشه، در درون جامعه اسلامی مطرح میشه، بحث مربوط به اهل کتاب نیست، بحث مربوط به دیگران نیست، مربوط به کسانی که خودشون رو خودی میشمرند. پس نمیشه از آیات قرآن سوء استفاده کرد و اونها رو در غیر جای، در غیر جایی که باید مطرح بشه اونها رو به کار برد و مطرح کرد. و البته مفسرین عظام به این مسئله توجه دارن، ولی از زمانی که دین حکومتی بشه، تبدیل به ابزار دست حکومتگران بشه، وقت اصلا مسیر تبیین و تشریح آیه های قرآن هم در جهت منافع حکومتگران میشه، عوض میشه. ولی بحث اینه که ما حق رو بشناسیم و باطل رو بشناسیم و یه میزان داشته باشیم که فارق بین حق و باطل باشه، و بعد این برامون بشه چراغ راهنما و درش حرکت کنیم، تا ذهنمون رو نتونن بشورن و پر از خرافه کنن و خرافات رو به جای اصول ایمانی در ذهن ما قرار بدن. اون وقت ما داخل در جمعیتی میشیم که قرآن ازشون
توصیفی که ازش استخراج کردن از آیه قرآن بهشون میگن حسبانیه، یعنی پیش خودشون حساب میکنن که خب دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، ذکر میگن، فکر میکنن، نمیدونم ورد میگن، کارهای خوب انجام میدن، در حالی که همه اعمالشون مثل گندم ریختن تو شورزاره، چون از اول حق و باطل تشخیص ندادن. کشاورزی میکنن، گندم میپاشن، اما تو شورزار، یعنی سرمایه و سود رو همه رو با هم دیگه میسوزونن، ضایع میکنن. برادر مکرم فرزاد خان شما بفرمایید. چشم بابا دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقا این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنن دم ز اوصاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تبلو در زیر گلیم آخر چرا باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین استان ولی کردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار برادر مکرم آقای سعید خان گودرزی فاتحة الاولیاء رو قرائت بفرمایید. چشم برو. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدی و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله و فرجه الشریف و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد و قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فردی ما در این نقطه به پایان میرسه و از این لحظه ورزش خودمون رو آغاز میکنیم. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید شما. چشم قربان. آدم آمد هوا او را همدم آمد هوا او را همدم آمد آدم آمد هوا او را همدم آمد آهو.
برادران و خواهران مکرم ایمانی، انشاءالله پیوسته سلامت و معید و موفق باشید تا مجلس فقری آینده. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از همه شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.